بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهديه الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من الله تعالى في كتاب الحكيم في سورة الجمعة خداوند بزرگ در سوره جمعه معنای آیاتی را که در این آیه مبارکه فرموده است خدمت شما تقدیم میکنیم که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خیر و رازقی صدق الله العظیم امروز روز جمعه است که فقط چند دقیقه را فرصت داره مرادی و فضیلت به چرا روز جمعه خدمت شما صحبت میکنیم اولا که از فضیلت های روز جمعه بزرگترین فضیلتش این است که خداوند بزرگ یک سوره و در قرآن نازل فرموده به نام سوره جمعه و در اینجا صریحاً به ما و شما درباره اشتراک در نماز جمعه امر می کند که آیتی که خدمت شما قرائت شد که ای کسایی ایمان آوردی یعنی ایمان به خداوند و ایمان به رسول و چیزهایی که لازم است ما ایمان داشته باشیم وقتی که نودیه یک ندا می شود برای نماز جمعه ندا در حقیقت بود اذان است یعنی اذان جمعه داده می شود بشتابید به سوی ذکر خداوند که نماز باشد و بیع و شراء و مسائل دنیایی خود را ترک کنید و این برای شما بهتر است اگر شما بدانید در اینجا از نظر تحلیل خود جمعه ببینید که چرا جمعه فضیلت‌های زیادی دارد خود علمای تشریعی میگویند که در روز جمعه بر علاوه شش فضیلت بسیار مهم با هم جمع شده است که اول اینکه جماعت بسیار بزرگ است که مردم جمع میشوند و در آنجا نماز میخوانند و دوم از اینکه در همین روز خود حضرت آدم خلق شده است در روز جمعه که ابوالبشر است که خداوند خود انسان را احسن الخالقین فرموده است
یعنی آن چی که در کائنات در نزد خداوند نیکوتر است از نظر خلقت و آفرینش انسان است و خداوند انسان را و ابوالبشر یا آدم را در این روز خلق کرد و در همین روز بود که برای خلافت زمین خداوند آن را فرود آورد در روی زمین از جنت و در همین روز حضرت آدم وفات می کند و در بر علاوه یکی از فضیلت های روز جمعه عبارت از ایست که در این روز یک ساعت است که ساعت اجابت دعاست، یعنی ساعتی که اگر شما دعا کنید که مصادف با این لحظه واقع شود دعای شما فوراً مستجاب می شود و اصلا جمعه کلمه جمعه از کلمه جمع گرفته شده در زمان های سابق در وقت عصر جاهلیت به نام عروبه یاد می شد و این روز لازم بود که خود مسلمان ها هم قسم روزی داشته باشند در یک هفته، همان قسمی که خود در دین یهود روز شنبه بود که آن روز روزی بود که اونها از شر فرعون نجات یافتند و برای شکرگزاری در عبادت می نشستند و خداوند برایشان حکم کرده بود که تمام روز را در عبادت بگذرانند و هیچ کار و مسائل دنیوی اشتغال نداشته باشند. اما لطف خداوند برای امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آنقدر زیاد است که فقط خداوند ما شما را در همون چند دقیقه یا چند در وقت محدودی که نماز جمعه به ما شما واجب بشه ما از خود مسائل دنیوی منع می کند، یعنی برای اینکه ما شما مشکلات ایجاد نشود می بینید تمام روز ما در عبادت فرضی نمی باشیم، فقط ترک عبادت یا وجوب نماز جمعه در همون وقت محدودش می باشد و بر علاوه چون روزی داشتن خود دین مسیحیت که عبادت روز یکشنبه بود و روز یکشنبه البته اگر شما تاریخ مسیحیت را مطالعه کنید و زعم خودشان یعنی به اصطلاح خودشان دیگر روزی بوده که در اینجا حضرت عیسی به خود گفته خودشان اعوذ بالله صلیب شده و بعدا از خود خاک خسته شده و آسمان برده شده که ما و شما عقیده داریم که رأسا در آسمان برده شده و این روز یک شنبه بود. من با روز یک شنبه ده اگر بازم مطالعه کنیم در تاریخ مسیحیت اون روز نبود که اول این تجلیل میکردن، بلکه در سال 321 میلادی زمانی که امپراتوری روم تشکیل میشد آن وقت است که خود امپراتوری روم همین روز را به نام روز رخصتی یا روز یکشنبه اعلام میکنه. خب تا اینکه استاد آستاستان میرسم میخواییم که یادوان شما که سالون باید 3:45 تخلیه کنیم و اگر بعد از بیانه استاد عزیز امکان باشه که همه به یک ردیف منظم استفاده شوند تا کتاب را که امروز ما به صبرانه انتظار داریم که به دست داشته باشیم و از منحیاتش برخوردار شویم، از پیش نسترنجان و دوستش مهتاجان مهساجان به دست بیاریم و بعد از اون با اتاق نام تشریف ببریم که غذای بسیار مزه‌دار خانم یابینی حاجی فوزیه جان و دکتر صاحب فرید یونس تهیه دیدن برای ما و شما نوش جان کنیم که یک چند دقیقه داشته باشیم که با هم دیگر دید و بازدید هم داشته باشیم. سپاسگزار هستم. الحمدلله و صلات و سلام الله خیر کردهیم محمد سعید بن بیای بن مرسلیم و لآلهی و صحبی اجمعین. اما بعد استادان، دانشمندان، خواران، برادران گرامی، اهل هنر که خلیج جان راغب بود، آمده بود و ما رفت و من یک آدم هستم که در محافل من همی خواهیم تنها مردم دانشگاه باشم، برای از اینکه اسلام تنها برای یک گروه خاص نازل نشده، اسلام برای همه مردم نازل شده. بزاده اینکه شما مثل استاد امساری رو ببریم که اگر دیب از جناب دکتر صاحب شاید جان مجددی رو ببریم، در اینجا جناب خامورس بزرگوار ما استاد بینش رو ببریم، قایست عمر میربان، یعنی کار ما شاید نامال فراموش رو شاید، یعنی ما اهل کسبه، هنرمند، موسیقیدان، کل ما باید که زیر نام توحید یک جای باشیم و همی الحمدلله در محفل
عرض و تشکر میکنم از طرف ویاجی فاوزجان و خودم که شما تشریف آوردین، قدم رنجه کردین، ما را افتخار بخشیدین. یک سوال جواب بگویم اول که حالا چی وقت کتاب نوشتن بس میکنیم؟ یک حدیث رسول کریم صلی الله علیه و سلم سید المرسلین خاتم النبیین فخر بنی آدم است که از مسلمان سه چیز به جای میمونه. اول علم است، دوم صدقه جاریه است و سوم اولاد است که بر ازو دعا کنه، وقتی که میمونه دعا کنه. ما و فوزیه جان رضای خداوند بود که الحمدلله اولاد نداریم. الحمدلله از خاطر میگم که رضای خدا بود. این اولاد نداریم، بر ما دعا کنه. از این خاطر ثروت هم نداریم که ما یک مسجد بسازیم یا یک مکتب آباد کنیم. این همین چیزی که یاد گرفتیم، من نوشته میکنم که از ما به جای بانه که بر هر دوی ما مردم در آینده دور یا نزدیک ما چشم ما پت میشه دعا کنیم. کتاب اسلامی کلچر و استادی آف کلچر انتروپولوژی ایتو شروع شد که در سال 2004 در بین 9 نفر که انترویو کردن در کالیفرنیا سید یونیورسیتی ایست بی که در وقت جناب دکتر قیومی هم در وجه نبود و من از بین 9 نفر انتخاب کردم که من یک کورس انتروپولوژی مدلیست یا بشرشناسی شرق میانه را درس بدم. اون وقتی که به درس دادن شروع کردم در سال 2004 تا سال 10 سال میشه و الان میخوام از بعد یک 3 سال کنسالتینگ کنم برای اینکه یک 3 سال بعد رسمان تقاعد میکنم. من متوجه شدم که اسرائیل پارت شرق میانه است و امکان نداره که شما او را اگنور کنید. و مخصوصا وقتی که شما کورسای مدل ایسترن استادیز درس میدید، شاگردای یهودی زیادتر کورس میگیرن. این طبیعی است و اونا میبرن استادای شرق میانه درس میدن چی میگن درباره عظیم. خب این مسئله سیاسی نبود، این مسئله کلتوری بود و ما با دپارتمنت به تماس شدم که در اینجا هیچ وقت همی فرهنگ یهودی و فرهنگ اسلامی درس داده نشده، فقط چیزای هاچ پاچ از این طرف از اون طرف گفته شده. من اجازه دادم که برای اینکه چون که استیت کالیفرنیا استیت یونیورسیتی ایست بی یک مؤسسه چیز است، یک مؤسسه ایالتی است، در اون شما نمیتونید مذهب درس بدید یا یهودیت درس بدید یا کریستیانیتی را درس بدید. اما دپارتمنت را قانع کردم که شما نمیتونید شرق میانه را بدون عیسویت و اسلام و یهودیت بشناسید و تمام امی جوش و خروشی که در شرق میانه است به خاطر امی یهودیت و اسلام و عیسویت است. و اینا که یک عامل دپارتمنت سیاپوست داشتیم، پروفسور باوزر با آدم بسیار داناست، او اجازه داد که ما اسلام تدریس کنیم منعیسه یک پرنسیپ فرهنگی و یهودیت تدریس کنیم منعیسه یک پرنسیپ فرهنگی نه سیاسی. و یک کتاب در باره یهودیت پیدا کردم که یعنی همین فرهنگ یهودی را بسیار زیاد تشریح کردن و کتاب ما آوردن کردیم برای شاگردا. اما هرچی که من جستجو کردم که یک کتاب برای اسلام کلچر باشه، از مثلا کتاب ها هست به نام سویزیون بس کردیم و مردم بسیار تشویق کردن و امی شروعش از کالیفرنیا استیت یونیورسیتی ایست بی بود. و مثل که شما میفهمین اینجا استادا و دانشمندا هستن، انتروپولوژی یا انتروپولوژیست ها انتروپولوژی رو به 4 بخش تقسیم میکنن: بیولوژیکال انتروپولوژی، لنگویستیک انتروپولوژی، کالچرال انتروپولوژی و یعنی و آرکیولوژیکال انتروپولوژی یعنی باستان شناسی و فرهنگی و بیولوژیکال و یمی. و کار من با اینکه من یک وقت در ارکیولوژی افغانستان رو مطالعه کردم، کار من مسئله فرهنگی بود و یک کتاب از نگاه انتروپولوژی کتاب بیشتر من تمام تیوریایی که در جامعه شناسی درس دادم در کلسته او رو از نگاه قرآن مطرح کردم. چرا این کار کردم؟ به خاطر اینکه جوان امروز و حتی جوان نه مردم امروز میخوان که دین با یک دید بسیار وسیع از نگاه علمی ببینن. اینا چون قرآن خودش علم است، یعنی قرآن خودش علم است و حدیث درست رسول کریم خودش علم است، از این خاطر شما باید که قرآن و حدیث با لنز
بالای زهر بگره. پس وقتی که شما مثلا به آخرش آمده مثلا مسئله فیونرال دفن، چرا مسلمان ها مثلا میخ نمیزنن در تابوت؟ چرا مسلمان ها مثلا مرده خود در روی خاک دفن میکنن از اینکه در تابوت یعنی سنت تمیز؟ به خاطر از اینکه 1400 سال پیش اسلام در علیه پولوشن مبارزه کرد و نخواست که زمین پلود شود، یعنی آلودگی هوا و زمین باشد. و این مسائل است که وقتی ما میفهمیم که ما ساینس بفهمیم و بازی ساینس که ما خوب فهمیدیم، باید از اون مثلا قرآن ببینیم که قرآن بازی که در از اون out of context بسیار فهمیدن قرآن مشکل است. و از اون خاطر است که ما تفاصیل بسیار غلط داریم با کمال تأسف. ما تفاصیل بسیار سنستیزانه داریم، تفاصیل داریم که یعنی چیزهایی درش آمده که آدمان نمیخوایم، وقت کم است و نانم تیار است، شما گوش نشدیم، یعنی ما چی کنیم؟ بردردیم انتروپولوژی یک بحث بسیار جالب و من همه قدر کوتاه میگم پیشتی که من برام یک دو کلمه گپ بزنم. میخوایم از یک چند نفر تشکر کنم. اول از مادر فوزیه جان که همیشه رئیس یک سرصفحه به ما بسیار مهربان بودن، همیشه بر ما دعا کردن و همیشه بر ما کلانی کردن و تشکر میکنم. و دوم از مولندار از تمام خانواده خود من تشکر میکنم از اینکه یکی از نعمتهایی که خداوند به من داده در پولی فوزیه جان مولندار یک خانواده بسیار خوب ما دارم. و من فکر میکنم چون فامیلی یک پارت اسلام است، یک فامیل خوب داشتن، یک فامیل سالم داشتن یکی از اساسات زندگی ماست. و من مولندار بسیار زیاد شکرگزار هستم که در پولی فوزیه جان که من ازش قلبن سپاسگزار هستم. من از اینکه ملاها همیشه در سر ما کوبیدن، قوم پرستا همیشه در سر ما کوبیدن، سکولاریستا همیشه در سر ما کوبیدن و این کوبیدن ها مولندار جواب دادن داره. ما نمیتونیم که اتر آرام هم بشنیم. و فوزیه جان در پشت من بسیار شدید استاد بده من اشتر از زور از مردم تشکر بسیار ایموشنل بشن برای که فشاری که اگوان دفعه مردم میارن به نام کافر و به نام بیدین و به نام ازی و ازو امامی یزید بستامی را که میخواندیم کوران به نام کافر کشیدن و چندین دفعه از شار کشیدنش به نام کافر و امروز یزید بستامی شد. من از خانواده خود بسیار تشکر، مریم جان، قاسمی، لمیا جان، آمد جان، خورزاده میدوچه دکتر سبرامان که امروز یک جنازه بود به خیلی نامد و خانواده مامایم که موبا جان کلان ماستایی جا و اولادی مامایم از کل اگه نام نمیگرم برزی که باز یادم میره یک فایم وایس بچی مامای سر رو چا قاش داد یک ختم قرآن شریف رفته بودم به خانه برد تیفون این ختم حالا ختم کردم پدر از این فوت کردم. من نام پدر از یاد بود سر ما یک قاره شد نام پدر من یاد بود من از خود سر یک سر دارم از آن سودا حالا نام نمیگرم که از بازی کسا چی نشد. مدنی از او ما بود دفعالی از او من از ویجان محمدی تشکر میکنم که من برش یک روز من اینجا آمده بودم. اینجا یک بوکسالین بود از یک پاکستانی و یک کتاب خود پاکستانی معرفی کرد و من از ویجان تشکر میکنم. در اینجا ویجان محمدی از وقتی که من اینجا رزیجه شدم بسیار افغانا را کمک کرده بسیار زیاد و من را گفت دکتر سب کتاب دیگه تو چی وقت ببره؟ من افتون بیدار کتاب ببره ما زور مریات نداریم. گفت نه شما ما در پالی شما هستیم و ما شما همی کمک هم میکنیم. و من برای از اینکه وی جان محمدی را قدر کرده باشم امروز دکتر یونس شو در سر تا سر جهان بسیار شدید مطرح است. دکتر یونس شو را دیگه کسی نمیتونه که این کار کنه یا را از نظر پرده. از این خاطر ما اولین سرتیفیکیت آف دیدیکیشن به فریمونت ماریوت سیلیکون ولی هتل به وی جان محمدی میتونم از طرف دکتر یونس شو. که
They introduced like a certificate of dedication presented to Fremont Marriott Silicon Valley Hotel in recognition of exceptional commitment and extraordinary generosity of the African to the African American community, Dr. Eunice Shum. همچنان ما یک از شش سال پیش یک رونا جان خداوند عمر دراز بده شبلای عبدالله جان پوپل بسیار خدمت میکنه رونا جان بر من رونا جان زنگ زد که دکتر یونس در لویدا کامتی یک میتنگ است با اوباما رئیس جمهور شده و کل مردم سازمان ها در اونجا جمع شدن آیا شما میتونید در اونجا برین؟ ما چرا میرین؟ ما رفتم در لویدا کامتی کل سازمان ها جمع شدن و میخواستم که بر اوباما چون یک سیار رئیس جمهور شده بود بر اوباما یک محفل بگنن هر چرچ هر مسجد از مسجد میگم هر چرچ هر سنگاه از معبد یهودا و هر سازمان جدا جدا میخواستم که بر اوباما یک محفل بگنن من اینجا که دیدم که اگر من یک چیزی یک چیزی شده چه و من نه در جیب پیسه اینما اموالکم و اولادکم فتنه مال و اولاد یک فتنه است نه خدا مرا مال داده و نه اولاد در جیب ما به این پیسره همین یه دست رو بالا کرد گفتن شما چی میگین؟ من افتا ما برای با از خاطر با ما یک محفل میگیریم باور به خدا بکنید من بر تا نوزادی که مرا حس کرده من یک دلار نداشتم برای عمر جان امیری وقت رئیس فلامینگو بود که فلامینگو رو نام خریده بود زنگ زد گفت عمر جان این کار من نیست اگر که ما این مسئله رو ما را تشجیل نکنیم ما را خب به نام تروریست رو گرفتن آره ما را به نام سیام اینا تاپا میزن اگر کمک کنی که امی فلامینگو را یک محفل بگیریم در فلامینگو یک محفل گرفتیم و عمر جان امیری مرا گفت که دکتر یونس یک کار که تو به مردم نکنی همین تمام فلامنگو صدقه سر مرا یک دلار چارچ نکرد یک دلار ما در اونجا یک محفل بسیار خوب برای اوباما گرفتیم و یک چند نفر افغان آمد یک چند نفر مخالف ما بود نامه Who cares؟ امروز هم نامه Who cares؟ امروز هم نامه اما دعوت شم کردم بعد از اینکه من از اخلاق اسلامی خود نمیدونم دعوت شم کردم ای که اینا مغزشون مرض است و تگپا و مریض هستن مشکل خود شد و عمر جان امیری که فعلا افغان ولیجه و امروز نانم فایده جان تر نکرد اسلام کنم عمر جان امیری تر کرد عمر جان امیری نه تنها که بر ما چای داد و نان اموجا چای داد و کوک و ترا سرشته کرد امون تالار در اختیار امان و ما از اوباما تجلیل کردیم و همیشه به ما بسیار زیاد محبت میکنم و امروز هم بسیار امروی ما کمک کرده که امینان چی کنم از اون خاطر سرتیفیکیت دیدیکشن دیگر به افغان ویلیج از طرف دکتر یونس شو همچنان من نسترن دوست دارم به نیس یک اولاد خود به نیس یک پرزاده خود به از یک نسترن شیز گود لیسنر And we are, I speak in English so she should understand that we are working more about our time management and decision-making process. Because when kids reach the age of 16, this is human development theories, they become very independent. And when they become very independent at that age, they think that they know everything and they can do everything. So we have to guide them in the right direction and also teach them decision-making. And the reason I really enjoy working with Nastaran simply because she's a good listener and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that with Islam one day she'll be a very educated young lady, a good Muslim. Because we do not need only masters and PhDs. This is a very wrong idea that we spend a lot of money. Bishop Paisala Masraf Karim Kawad Mohe Bigra Wawad Mohe graduation. Fine. اما هیچ سر مسئله اسلام برای اولاد خود کار نکردیم ما از کمونیسم گریختیم فرار کردیم به خاطر از اینکه ما فرار چی یا هجرت کردیم به خاطر حفظ کرامت انسانی دین و ناموس و عزت مسلمانی ما بود از این خاطر
ما برای نسترن هم یک توفه دارم. برای از اینکه شاگردم است و همچنان از بیبیوجی فاوده جان خواهش میکنم یک توفه برای اسیستانتم دارم. در برای اسیستانتم بگویم مروری هاتف. I mean, she is really, really a very, very competent, intelligent young lady by all means. And I was honored and privileged to work with her. And this is the result of her work. ما تمام چیزا از کلی خود برش کشیدم و گفتم اما این مروری بود که کلش پالش کرد و ادیت کرد و کار کرد و از فرسای نوشی مجایده و واقعا بسیار با اصلاح وزی کتما سیمینومر یک جای در سیمینومر مشراسه نیم سیمینومر در کامده بود در تلویزیون نور و اوجه بسیار خانم بود اموجه برای فاوزی جان کتیم بود ما می رفتدیم برای کده مثلا می دیگه در برانده برای فاوزی جان گفت که مطرح برای تو یک مدال می دوند فاوزی جان گفت چرا مدال برزی که کت دکتر یونس زندگی می دیگه یعنی کت دکتر یونس زندگی کرد ما کار کردن آسان نیست بازم بالاستقدیم سلام ها به هر کدام شما قربان قدم های شما از اومدن شما بسیار تشکری میکنم و واقعا ما فریده بسیار افتخار دادیم همه شما بزرگوارا خوارا برادرا که در این محفل ما آمده و برای ما هر کتابی که فرید چی میکنه مثل یک اولاد ماست. ما اولاد نداریم اما شکر هزارات اولاد داریم و ما یکی از افتخارات ما همیست که تمام جوان ها ما را به پدر و مادر افتخار چی میکنن خطاب میکنن و یکی از خوشبختی ما همیست که ما وقتی که کالیفرنیا آمدیم سالهای پیش مروارید جان تولد شده بود. مروارید پیش نظر خود ما کلان شده و در جمله اولادهای لایق ما مروارید جان هم شامل است و من قلبا از مروارید تشکر میکنم که هیچ وقت شنبه ها و یک شنبه های خدا نفهمید آمد امرای فرید کمک کرد که البته این موفقیت اول به فرید و باز به مروارید جان تبریک میگم و مروارید نه تنها که اولاد ماست بهترین رفیق ماست و من پدر مادر شک شانس جان و تو جان است بسیار زیاد دوست دارم و من افتخار میکنم فرید واقعا یک فامیلی داره که من همیشه عاشق کلشان بودیم در فولی فامیل خود ما و از افتخارات ما است و امروز ما فکر میکنم با اولاد خود تو فکر میکنم I'm a cute guy چون یک چیزی بسیار کوچک است اما همیشه موفق باشی زبانه میکنم که دین نگاه کردیم خدا کنه که گوش نداشته باشین و یک نانک ساده است پرگان میربانیتون و اشکه خوب برتون آرزو میکنم باز هم اگه به عزت شما نرسیده باشم قلبا مسرت میخواید کتاب میگو که برای اول دفعه به کتاب مطرح شده و ویستا که مثل که مروارید به انگلیسی تشریح کرد تشکر مروارید جان محمد به فارسی برتان میگم که فرهنگ مردم از اجداد خود به میراث میگیرن از پدر کلان خود میگیرن از مادر خود از مادر کلان خود فرهنگ میگیرن درست است؟ اما در اسلام شما فرهنگ از یک نفر میگیرن برای از اینکه محمد صلی الله علیه و سلم سید المرسلین خاتم النبیین فخر بنی آدم این مظهر توحید بود حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که واکینگ قرآن یعنی یک موجودی بود که وقتی که راه میرفت یعنی با قرآن راه میرفت پس خود محمد صلی الله علیه و سلم سید المرسلین خاتم النبیین فخر بنی آدم یک لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بهترین نمونه زندگی بود فرهنگ از اجداد خود یاد نگرفت خودش مثل که مروارید جان به انگلیسی داشتی که فرهنگ اسلام ساخت و ما هیچ وقت فرق تمام مشکلاتی که در جامعه افغانی است در خانواده است بین مه و ملاها است
و اینا بازی که ما فهم اسلام نفهمیدیم و تا که ما حدیث درست رسول کریم صلی الله علیه و سلم نفهمیم و سنتای ثقه و درستش نفهمیم فرهنگ اسلامی نمیداشته باشیم و یک چیز زیبا که فرهنگ اسلام هست که چون خود از این تدوین کننده فرهنگ است شما در هر وقت و زمان که بخواید فرهنگ میتونید بگیرید یعنی هیچ کار نداره که مثلا شما اولادتان 5 ساله باشه فرهنگ میگیرن نه یک بار به 40 ساله وقتی که مسلمان شود و به اسلام و قبول کنه به دل میتونه که فرهنگ اسلامی را بگیره در دیگه فرهنگ های این مکان ندارم از اینکه شما باتون از اجدادتان یاد گرفته باشه و زیبایی فرهنگ اسلامی دمی است و ما تمام خانواده را تشویق میکنم که مولدار به دین روی برن من نه اولاد مجددی استم نه افندی نه گیلانی شرایب جان ساری به دست بود و نه ملا نه چلی من یک محقق استم که در امریکا دین آموختم و در امریکا من دین فهمیدم و من میفهمم که ما بدون دین زندگی کرده نمیتونیم و دین اسلام یک دین بسیار ساینتیفیک بسیار علمی است و یک دین بسیار بلندپایه تمدن است اساسات تمدن است یعنی بسیار چیزا داشت رفته است ما نمیتونم زیاد بگویم در اینجا اما قبرتان میگم که فرهنگ اسلام از محمد صلی الله علیه و سلم آمده و تا که شما احادیث درست همین که مردم یک دیر دو میزنه یعنی که دو میزنه فرهنگ اسلامی نداره چی که شوی به زن باشه زن به شوی باشه و یا چی یک برادر در مسجد باشه هر کسی که باشه یا مثلا ما ناوقت میگم وفو بالعهد من العارفان المسؤولا از مادر پرسان میشه با وعده وفا کنه چرا ما وقتی به این فرهنگ اسلامی نداریم یعنی تمام کمبودی های خود ما میتونیم که در خود ببینیم وقتی میفهمیم ما کمبودی داریم که ما فرهنگ اسلامی نداریم ما امید میکنم که عمر جان نام عمر جان تیار کردم رئیس امرا جان و بسیار شما تشکر میکنم اشتای خوب برتر میخوایم ما شروع میکنم با امضای کتاب در اسلام نظم است رضا یک لاین استاده شد نستران اینجا بیا کمک کنم رای من قیمت کتاب 20 دلار است و من شروع میکنم با امضای کتاب و دیگاه میتونن استاس رو برنان برن که پانزه کم چار باید اتاق تخلیه کنیم میتونم فرور رو به تمنا جان که آخری که خدا بزنم از همه شما تشکر میکنم مهمانان عزیز بیاین که باز هم از سپاس گذاری کنیم از جناب دکتر فرید یونس و بیبی حاجی فوزیه جان و فامیل هایشان که ما را به یک محفل علم و معرفت دعوت کردن و باز هم شاهد یک کتاب بزرگی که اثر خوب به جامعه ما خواهد بود هستیم و باید یادآور شوم که دکتر فرید یونس شخصی که خب هنوز هم جوان است ولی در جوانی کشور عزیز خود از آغوش میهنش دور بود ولی شاکر هستیم که با تحقیقی که داشتن و علمی که آموختن بالاخره اسلام را بالاتر و بالاتر یافتن و این جای شکر به همه ما و شما هستن که امروز خط علم کردن و علم را بر ما میگن که علم در اسلام است و اسلام بالاتر از علم است و علم و اسلام با هم یک جا پیش میرکیم و خود من فکر میکنم یک الهام بسیار نیک است که جوانان ما وقتی که در ممالک غرب میاین از این که تحت تاثیر غرب برن اینا خود به ایسه یک مسلمان پیدا میکنن و افتخار میکنن که ما به وجود ایشان افتخار میکنیم و یک هفه به همه من متوجه شدم و میخوایم فقط مختصرا بگویم که افتخار میکنم که ما افغانهای خود در هر عرصه موفق امروز میبینیم و امروز ما قسمی که گفتن دانشمندان و هنرمندان و عزیزان خود با هم داریم مثل که واید جان منجمند اتر یک هتل بزرگ پیش میبرن که امروز ما یعنی آمدیم و در کنارشان هستیم و یا هم کنبلج که امروز مانه با وزید تایه کردن آمد جان
و به این شکل مروارید جلیلی شما میبینید آقای زلگین هر کدام شما که استعداد دارین و در هر سه ها مختلف هستین افتخار ما هستین و یک رفته امریکایی یک کمبینیشن بسیار خوب و زیبا است که من یه در بابلای گفته ها متوجه شما خواستم که با شما قسمت کنم باز هم من به روزگواریتان ببخشید کمی ها و کاستی های باشم خرسند هستم و سپاسگزار هستم از دکتر فرید یونس و خانم یونس و همه خانم هایشان که من امروز هم دعوت کردم و افتخار اشتراک نداشتم اشتهای های خوب به هر کدام شما میخوایم مبارکت بیشتر به جناب دکتر فرید یونس که تا بتوانیم از اثر از آثارشان در آینده ها هم مستفید شدیم سپاس از آن و ما باید این تبور رو بشکرانیم که زنها قرآن نخوانند در وقتی که مردار باشد از امیر جان زلگی تشکر میکنم از کمکایش که امروز پرگیری کردن از تمناجان انصاری تشکر میکنم برنامه رو بسیار معمول پیش بردن و همچنان از تمام خورا برادارهایی که با کلچه و گل و کل برنامهش نکن با کلچه و گل و سبدهای میوه و اینا آمدن یک جان از طرف فرزی جان خود تشکر میکنم آبادی بود خانه زفیرانی
Love.
Islam bazat-e-khud hai
Yeah.
دل امروز با مردمی بیشتر چرا نام خوب است؟ چرا نام خوب است؟